نفهم من میخوام زودتر بشینم. سلام، بیا جامونو عوض کن. با عاشق هیجان انگیز جای تو خیلی بهتره. من از این زاویه قشنگترم. سلام به گرمی بهار. چی خوردی؟ قرص نعنایی؟ آره خب الان با اون قرص گنده چجوری میخوای حرف بزنی؟ آره میام. بعد الان از توی دماغات سوراخ‌های بینیت خب آتیش میزنه بیرون. آتیش حاجی مگه قرص های جنگ؟ نعنایی خیلی درشت رو میخورین؟ احساس نمیکنین اژدها شدیم؟ سلام می به گرمی به بهار. خنکی قرص نعنایی که تو قرصای زدی. چقدر جای تو خوبه، ببین دستتو میتونی بذاری رو مبل. خیلی تو راحت این طلبی ها. جای من آدم گرفت زن نگیرید ولی ببین دوست چونتون پاره دخترتون است. رو بگیرین. آره دوست دختر داشته باشین آره همون بکنین. نه ببخش همون بگیرین اشتباه. خیلی بیادبه. خونه همین چیزا رو میگی پشت سرمون حرفه، میگن راست میگم. تتلیتی آدمای بی تربیتی هن. او میخوام براشون کلیپ بسازم که چجوری دوست دختر خود را بکنید پارت یک بسازم براتون. یعنی بلد نیستی بکنید؟ چجوری دوست پسر خود را تبدیل بکنید؟ به شوهر کنید. آره من میتونم بیام راه آره نمایتون کنم. فقط فقط دعا اسم نویس، مادرش بگی. اسم مادرش رو بپرسین، دعا نویس یه چند قطره ادرار توی چایش. نگاه کنید. نریم به ششینا، یه شوخی میکنم. نریمش. بچه ها اومدیم اصلا بحث سر یه چیز دیگه است. بسر چیه؟ امیر تتلو واقعا شرمنده که اینجور هواداره اسکلی داریم. پرچم تو ولی ما بردیم بالا، برات ویدیو ساختیم توی این چند وقت که نبودی. سلطانی منتظر بود ما ببینیمش بالا که بردیمش بردیمش بالا. دیگه هر چقدر هم هوادار داشته باشه، باز یه ببینه یه نفر چقدر دوستش داره پروانه ای میشه. من نمیدونم چیکار کرد، چرا با این پسر مشکل داریم؟ چون اونجا واژه به نفع همه هست، به نفع شماست. اول اینکه خواهرشون خواسته بودن، خانم نغمه خانم، درخواستی که داشتن چی بوده؟ مرخصی آقا برای روحیه بهتر سلطان. زندان با کارش کنیم تفرگو. چی میگی؟ بعد میگن حرف و حدیث ها رو باور نکردیم. همه رو باور کردیم که خانم مقصود رو یه استوری گذاشته بود یه وکیل با آقای مقصود رو صحبت کردن، با سلطان کی؟ صحبت کرده بودن، آره. مثل اینکه یک ساعتی در فرصتی به دست آمده یک ساعت با امیر حسین ملاقات داشتن. مسائل مربوط به پرونده ها مرور شد و پیگیری های حقوقی چک شد و انشالله طبق برنامه پیش خواهد رفت. برها زندان است، دیگر دلگیری و ناراحتی های خاص خودش را دارد. مثل اینکه یکم روحی سلطان ناراحت دلگیره. چطوری توی حکم ها مثل بقیه رفتار میکنی؟ تا 100 برابر بدتر. خودش اومده توبه کرده، گفته دیگه این کارا رو نمی کنم. با اینها پس امیدوار در کننده است که حد یه وکیل اومده گفته که چون طولانی مدت بازداشت بوده احتمالاً بتونن یه مرخصی، یه تایمی بتونه بیاد بیرون با هواداراش حرف بزنه، بگه که حالش خوبه، خیلی خوشحال میشه. 7 ماه 210 روزه. چقدر موزیک، چقدر کار میکرد تو این 7 ماه، چقدر تتو میزد. امیر با پای خودش اومده عذرخواهی کرده و طلب عفو و بخشش داشته. دیگه مگر چی میخوان؟ خدا بخشنده، پس چرا نمیبخشید؟ چرا واقعا طبق اسلام مثل بقیه باش رفتار نمی کنید؟ خب طبق اسلام که اصلا بخوان رفتار کنه. نه آقا طبق وقتی قانون، طبق قانون. امیر تتلو با شجاعت اومده گفته آقا ببخشید. چرا نه؟ چرا تو کشور خودش چنین هنرمندی باید گوشه زندان باشه؟ یک کمی فکر کنید. همیشه امیر تتلو تاب و شکن بوده، همیشه همه چیز رو راه و بر بقیه باز کرده. همین بلاگری کردن و تتو زدن و خیلی چیزا رو مردم دوستش دارن. امیر تتلو اومده تاب و شکنی کرده بود. بالاخره که میشه چی میشه؟ هم اتفاقاتی که امیر تتلو میاد بیرون. چرا خودتون رو خراب میکنید؟ چرا این همه اذیت میکنید؟ عمر این بچه رفت، این بچه فعاله، نمیتونه من تو زندان پوسید، دلش گرفت، ول کنین دیگه. چقدر نامردین شما بابا. با این آرتیست فوقلاده و هوادارش این بد رفتار نکنید، طبیعت هوشمنده. صدات شیطانی شد. صدام شیطانی الان خوب شد. آره صدام شیطانی میشه بعد وقت بعدم دوباره در شیطانی او او میشه. حمایت کنین تا نخوردیمتون. نامیدون خدافز. خدا میگردم.